هر روز که می خبری یا گزارشی در رسانه های اروپایی منتشر می شود که نشان می دهد مسلمانان اروپا از سوی دولت مورد ظلم و تبیز گوناگون قرار می گیرند و حقوقشان به اشکال مختلف سلب می شود. یکی از کشورهای اروپایی که در ظاهر به حقوق مسلمانان احترام می گذارد، انگلیس است اما در این کشور هم کم نیستند اتفاقاتی که خلاف این موضوع را ثابت می کند همکارم علی اکبری گزارش می دهد مسلمانان در دانشگاه های انگلیس از وام دانشجویی محروم هستند دانشجویان مسلمان در دانشگاه های انگلیس به دلیل ناسازگار بودن وام های دانشجویی با آموزه های اسلامی از گرفتن وام محروم هستند و این مسئله می تواند کل زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد برخلاف بسیاری از کشورها در انگلیس حتی بریتانیایی هایی که بسیار فقیر هستند نیز در صورت داشتن استعداد البی امکان حضور در دانشگاه را دارند و دولت به آنها وام دانشجویی می دهد اما دانشجویان مسلمان از گرفتن این وام ها محروم هستند چرا که وام ها به صورت بهره ای ارائه می شود که خلاف آموزه های اسلام است گزارش ها حاکی از آن است که بیش از دو هزار دانشجوی مسلمان در دانشگاه های انگلستان تحصیل می کنند در حالی که هیچ جوان انگلیسی نباید مجبور شود بین ایمان و آینده خود یکی را انتخاب کند اما این دقیقا تصمیمی است که بسیاری از مسلمانان با آن روبرو هستند چرا که بسیاری از آنها قادر به تحصیل در دانشگاه بدون حمایت از وام دانشجویی نیستند کارشناسان میگویند احتمالا این اجرای یک سیاست ساکت است چرا که یک هزینه بلند مدت برای جامعه انگلیس دارد از طرفی اگر تعداد مسلمانان کمتری به دانشگاه بروند تعداد کمتری از مسلمانان بهترین مشاقل را پیدا می کنند که منجر به حاشیه راندن بیشتر آنها می شود و همین مسئله منجر به نارضایتی تعداد زیادی از شهروندان از سیاست های حکومتی خواهد شد این مسئله در حقیقت نوعی تبعیض را علیه مسلمانان در انگلیس به وجود آورده است به این دلیل که آنها نمی توانند در رشته‌ای که می تحصیل کنند و شغلی را که میخواهند به دست بیاورند بسیاری از دانشجویان مسلمان در انگلیس برای کاهش وابستگی خود به وامها به کارهای اضافی اشتغال دارند که این امر به طور اجتناب ناپذیری بر عملکرد تحصیلی آنها تاثیر تحصیل میگذارد این دانشجویان زمانی که فارغ و تحصیل میشوند دارای نتایجی ضعیفتر خواهند بود و این میتواند کل زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد